حتما خیلی دوست داشتیم حضوری اینجا در خدمتتون می بودیم مفصل با هم صحبت می‌کردیم. شما ترجیح دادید تلفنی صحبت کنید دایی؟ خواهش کنم، تلفنی هم ترجیح ندادم، به احترامی که واسه شما قائل بودم به خاطر اون الان تلفنی، وگرنه اون مسائلی که تو این مدت تو صدا سیما واسه من نوعی اتفاق افتاده به خاطر یکی از بزرگترین دلایلی بود که خودم دوست نداشتم بیام خدمت. آها، اصلا منحنی سینوسی من و شما که همیشه میرفت بالا میومد پایین، الان چند وقت دادم چرا بالاست؟ حالا بذاریم بالا بمونه، نگاش داریم. نه ببینید، من که ارادت خاصی به شما دارم و با شما اصلا مشکلی ندارم. من متاسفانه تو این مدتی که خودتون الان اشاره کردین، به نظرم تو جامعه جهانی بعضی ها فرصت رو دیدن که رسانه ملی و به بهانه های مختلف علیه من شروع کردن انجام صحبت کردن، نمیدونم خیلی چیزا گفتن. حالا بگذاریم از اون، سر تیم ملی هم که من مربی تیم ملی بودم، بعد عربستانم همین مسئله صورت گرفت و متاسفانه تو رسانه ملیمون به هر نوعی که بود، هر کسی که با ما مخالف بود اومد صحبت کرد و خیلی حرفا پیش اومد. به خاطر اون تصمیم گرفتم که رسانه ملی رو به شما و کارشناسای محترمتون و کسایی که عاشق تلویزیون اومدن هستن به اونا بسپرم و خودم تو خونه بشینم و اگه لازم بود حتما با شما در تماس باشم. جام جهانی 2006 که من که خودم با شما اونجا با هم آلمان بودیم، من فکر میکنم اینجوری مثلا بعد از اتفاق افتاد اخراج از تیم ملی، من حالا خودم اینجا بودم دنبال میکردم، فکر نمیکنم خیلی تلویزیون و رسانه ملی در واقع جبهه گرفته باشه علیه شما. من قشنگ یادمه حتی اون نوع برخورد با شما، نوع اخراج شما، حداقل تو همین برنامه 90 بارها گفتن علی دایی این وسط سپر بلا شد، یعنی سیب شد که یه سری میزاشون رو حفظ کنن. دقیقاً این بحثا شد قشنگ، اینکه علی دایی این وسط حقش نبودی همچین برخوردی. حداقل تو این برنامه ها تو شبکه 3 من قشنگ به ظرف قاطع میگم که بارها از شما دفاع شد. حالا اونم به حال موقع جام جهانی هم یه شرایطی بود که حالا به حال در اون مقطع من قبول دارم که نگاه تمام منتقدان سمت شما بود و این تیغ تیز پیکان انتقادها سمت شما. نه ببینین، شما جام جهانی میگین، رسانه ملی مگه فقط برنامه 90؟ خیلی از برنامه های دیگه بود. منم کلی دارم میگم، من اصلا صحبت چیز نمی کنم. ببینین، ما باید یه سری ارزش ها رو همیشه واسه کسایی که واسه این مملکت زحمت کشیدن به هر نوعی، یه نفر ببخشید امروز، یعنی دیروز روز آزادی خرمشهر بود، یه عده اون زمان اومدن با جونشون با همه چیزشون نو گذاشتن. الان امروز من تو استادیوم خیلی از معلولین عزیز رو میدیدم، یاد اون روز افتادم.